اول که به ترکیه آمدم حدود 400 هزار پناهنده سوری اینجا بود. در ابتدا سوری ها نمی توانستند نان ترکی بخورند. نان ما از سوریه می آمد. برای همین من این نانوایی را باز کردم. از تولیدمان راضیم. سوری ها هم خوشحال ترند چون می توانند نان باب میلشان را بخرند. این نانوا بسام الحمدوف نام دارد و پیش از این در گمرک سوریه کار میکرده. سپس در حال فرار از رژیم اسد به اسارت داعش در آمده. اسلامگرایان افراطی او را به مدت 5 ماه در سلولی حبس کردند. حالا پس از آزادی به شهر قاضی انگتاب در جنوب ترکیه آمده و نانوایی باز کرده است. جایی که نان هزاران پناهنده سوری پخت میشود. وضعیت من در سوریه مثل بسیاری دیگر نسبتاً بهتر از اینجا بود. افسر گمرک بودم. حالا بیش از 100 هزار پناهنده از اردوگاه‌های مختلف را نان می‌دهم. حضور پناهجویان سوری جنوب ترکیه را در آستانه بحران قرار داده و مقامات ترک توان مدیریت فوج پناهجویان راهی این کشور را ندارند. در شهر مرزی قاضی انگتاب همه سوری‌ها چون بسام الحمدوف خوششانس نبودند. بسیاری از آنها در ساختمان‌های متروکه زندگی می‌کنند و یا در پارک‌ها می‌خوابند و از راه تکدیگری روزگار می‌گذرانند. فاطمه یکی از این افراد است. زندگی ما اسفبار است. سوریه بهتر بود. اما وقتی سربازهای اسد بمباران را شروع کردند، دیگر نمی‌توانستیم بمانیم. ببینید حالا چطور زندگی می‌کنیم. اما چاره چیست؟ آمار رسمی پناهجویان سوریه در ترکیه از مرز 1,200,000 نفر گذر کرده. گفته می شود تنها در شهر قاضی انگتاب 400 هزار پناهجو حضور دارند. البته با احتساب افراد ثبت نشده، این شمار بر دوش شهری که تنها 1,800,000 نفر جمعیت دارد سنگینی می کند. تا کنون 22 اردوگاه در 10 شهر برپا شده. به یکی از این اردوگاه ها در نیزیپ می رویم، جایی که 11 هزار پناهجو در آن سکونت داده شدند. نیازهای اولیه از جمله تحصیل و خدمات پزشکی و بهداشتی مهیاست، ولی مهمتر از همه این است که ساکنان این اردوگاه از تنش‌های روزافزون مرکز شهر به دورند. اتحادیه اروپا و شرکایش هم به یاری مردم سوریه شتافتند. روزانه 250 پناهجوی سوری از نهادهای حقوق بشری اروپایی کمک دریافت می‌کنند. چیزهایی که در خانه لازم است را پخش می‌کنیم، مثل پتو و کیت‌های بهداشتی. برای کودکان هم کهنه می‌دهیم. هجوم پناهجویان ظاهر شهر را نیز تغییر داده. برخی از شهروندان بر بام خانه‌ها کانتینرهایی گذاشتند که به پناهجویان اجاره می‌دهند. یافتن جایی برای اجاره کردن هر روز سخت‌تر از دیروز می‌شود. عزت ایدوغان که 40 سال است در قاضی انگتاب بنگاه معاملات ملکی دارد، شرایط را چنین توضیح می‌دهد. قیمت ملک چه برای اجاره و چه خرید شدیداً بالا رفته و در حدود 70% گران شده است. مددکاران اجتماعی و حتی مسئولان اعزامی به قاضی انگتاب وقتی به اینجا می آیند نمی توانند آپارتمانی برای اجاره پیدا کنند. یعنی 70% gibi bir artış gösterdi. مقامات محلی در مقابل تعداد زیاد پناهجویان غافلگیر شده و نمی توانند از پس برآورده کردن نیازهای اولیه تمام سوری ها برآیند. سازمان های داخلی و بین المللی در تکاپوی جبران کاستی ها هستند. این مدرسه خصوصی که توسط سوری‌ها گشوده شده، پولیست و تنها خانواده‌هایی که توان اقتصادی‌اش را دارند کودکانشان را به اینجا می‌فرستند. در قاضی انگتاب دو مدرسه دیگر نیز برای سوری‌ها دایر است. بحران پناهجویان سوری کم کم به فاجعه انسانی بدل می‌شود. اردوگاه‌ها برای پذیرش همه پناهجویان کافی نیستند. از این رو سوری‌ها در سراسر ترکیه پخش شدند. اما شاید بحران بیش از هر جا در قاضی انگتاب احساس شود. با بالا رفتن شمار سوری‌ها در منطقه تنش نیز بالا گرفته. محلی‌ها خشمگین شدند و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی را برنامه‌ریزی می‌کنند. مقامات محلی کلیه تظاهرات بر ضد سوری‌ها را ممنوع کردند و می‌گویند چنین اقداماتی تنها نفرت را گسترش می‌دهد. پناهجوها به خانه ما اومدن و نمیرن و تازه گاهی با تفنگ و چاقو هم به ما حمله میکنن. بسیاری از مردم محلی قربانی خشونتن. آمار جرم و جنایت مثل سرقت و آزار جنسی شدیداً بالا رفته. پول ما رو میگیرن و جون ما رو تهدید میکنن. جلوی چشم ما در خیابون مزاحم دخترمون میشن. این وضع تا کجا قراره ادامه داشته باشه؟
ve taciz olayları daha da yükseldi. Yani kızlarımıza yan gözden bakılıyor. Yani bu nereye kadar gidecek? Ülkemizin güneyindeki برای این فاجعه انسانی بسیار متاسفیم. نه فقط دولت که مردم ترکیه هم باید به کمک رساندن به این ملت ادامه دهند. به نظرم دولت کار خودش را انجام میدهد. ما هستیم که باید با سوریه‌ها مدارا کنیم. Devletimizin yapmış olduğu yardımlar yeterli ama bence halkımız olarak daha anlayışlı olmalıyız. سیاستی که دولت ترکیه در قبال مهاجران سوری اتخاذ کرده در میان احزاب سیاسی بحث برانگیز شده است. همین بحث ها در کوچه و خیابان هم جریان دارد. قبول آدم های بد رو بفرستید بروند، اما به خاطر خدا به خوب ها کاری نداشته باشید. آنها شهر خودشان را گذاشتند و اثر اجبار به اینجا آمدند. باید خودمان را جای آنها بگذاریم. اگر ما هم بودیم فرار می کردیم. Dürüstümüz kalmadı, merdimiz kalmadı. Mert yok, dürüst yok. Hep kalleş var. شرایط از زمانی که مردم دریافتند سوری‌ها احتمالاً ماندنی هستند تغییر کرده. دیگر کسی در شهر سوری‌ها را به چشم مهمان نمی‌نگرد. حملات به خودروهای پلاک سوریه یا به افراد عرب زبان در وسایل نقلیه عمومی و خیابان‌ها همه از احتمال درگرفتن بحرانی اجتماعی در منطقه حکایت دارند. بزنن کاشکان، کارشناس خاورمیانه، معتقد است حکومت میتواند با اطلاع رسانی نامحسوس از شدت تنش بکاهد. اگر شرایط به همین منوال بماند، متاسفانه ترک‌ها به نژاد پرستی متهم خواهند شد. واکنش آنها به حضور سوری‌ها به بیگانه حراسی ترجمه می‌شود. و چهره مهمان نوازی که اکنون از مردم ترکیه در اذهان است ممکن است جای خود را به نژاد پرستی بدهد. پس از افزایش آمار جرایمی چون سرقت، تکدیگری و روسبیگری در منطقه، حکومت به روند شناسایی و ثبت رسمی حضور سوری‌ها سرعت بخشیده. دو مرکز ثبت احوال در قاضی عین‌تاب به راه افتاده و در این یکی روزانه 500 شهروند سوری ثبت رسمی می‌شوند. بلا تکلیفی نیز باعث شده مردم فکر کنند شرایط از کنترل خارج شده و خشمگین تر شوند. برخی بر این باورند که این وضعیت بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بی تأثیر نخواهد بود. فاطمه شاهین شهردار قاضی عین‌تاب میگوید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بحرانی اجتماعی انجام شده است. قوانین بازار کار باید اصلاح شوند تا از کسبه و تجار ترک حمایت شود. دولت در حال کار بر روی لایحه تازه‌ای برای مهاجرت است. کابینه تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. همچنین سفارش یک اردوگاه پناهجویان تازه را داده ایم که الان در شهر اصلاحیه در حال ساخت است. ترکیه تا کنون میلیاردها دلار برای پناهجویان هزینه کرده. صادرات این کشور به خاورمیانه نیز تحت تأثیر بحران منطقه کاهش پیدا کرده است. اکنون بیم آن می‌رود که در آینده موج تازه‌ای از پناهجویان از کشورهای ناآرامی چون عراق به این کشور سرازیر شوند.